سلام، درس 23 رو شروع میکنیم با عنوان Lawren Justice، قانون و عدالت. The government is responsible for passing laws. میگه که دولت مسئول چی هست؟ مسئول تصویب قانون. پاس اینجا به معنی تصویب هست. قانون ها رو تصویب میکنه. And the courts and legal system are in charge of upholding and enforcing the law. و دادگاه ها و به طور کلی نظام حقوقی legal system مسئول این یاد بگیرید to be in charge of something، مسئول چیزی بودن. اینا مسئول چی هستن؟ uphold و یا enforcing the law، رعایت قانون. قانون رو اینها نگه می‌دارن در واقع، یعنی اگر یک اتفاقی بیفته دادگاه ها و سیستم حقوقی قانون رو رعایت میکنن، باید مجری قانون باشن. Enforcing the law. When a person is charged with a crime، to be charged with a crime یعنی به صورت رسمی شما متهم به انجام یک کاری بشی یا کسی متهم به انجام کاری بشه. منظور از کار جرم هست دیگه. He or she must appear in court to stand trial. باید در دادگاه حضور پیدا کنه. To appear in court. To stand trial. To stand trial یعنی مورد محاکمه قرار گرفتن. وای میسه و مورد محاکمه قرار میگیره. این stand منظور ایستادن نیست. حالا من گفتم وای استن اینجوری. مورد محاکمه قرار گرفتن. To stand trial. Both prosecution and the defend will present their cases before the judge and jury. میگه هم prosecution یعنی دادستان و هم وکیل مدافع، منظور کل اون تیم دفاع، باید کیسشون رو یا اون پروندهشون رو، مواردی که دارن رو، ارائه بدن به قاضی و هیئت جوری. دقت کنید که هیئت جوریه که تصمیم میگیره کی گناهکار کی نیست، نه قاضی. این تو ذهنتون باشه. قاضی در واقع ناظری است برای اجرای صحیح قانون در دادگاه‌های حالا این کشورهایی که به این سبک انجام میدن. After consideration، بعد از بررسی و مدعاقه نهایی، نتیجه قاضی رو که اعلام میکنن، میگن After consideration the judge or jury will reach a verdict، به یک نتیجه، به یک رأی نهایی میرسن. نوشته to arrive at a decision. If there is irrefutable, overwhelming and concrete evidence, this means that it is very obvious that the person committed the crime. Irrefutable, overwhelming و concrete evidence، همه اینا به اسنادی اشاره میکنه که دیگه مولا درزش نمی، دقیق دقیقه، اینا دیگه واضح هم که طرف مثلا یک کاری رو کرده یا نکرده. حالا اشاره به قدرت اون مدرک داره، هرچی اون مدرک قوی تر باشه میتونیم از این عبارت ها استفاده کنیم. irrefutable، overwhelming، concrete. اینجا irrefutable به معنی مولا درزش نمیره است، دقیقه. overwhelming معمولا اشاره به تعداد زیاد داره، مثلا چه من طرف اثر انگشتش هست، رد خونش هم هست، چه میدونم یه دوربین هم گرفتتش، معمولا زیاده میگن overwhelming. concrete یعنی دیگه خیلی سفت و محکم. concrete اصلا در حالت اسم اشاره به بتون داره دیگه، بتون آرمان رو بهش میگن concrete، سیمان خیلی سفت شده. حالا فرض کنید یک همچین صفتی رو به یک مدرکی اطلاق کنن، یعنی مدرک سفت و سخت. This means that it is very obvious that the person committed the crime and it's possible that the jury will be unanimous. unanimous یعنی همه یه حرف بزنن. jury will be unanimous یعنی همه شون به صورت متحد میان میگن که مثلا طرف گناهکاره یا گناهکار نیست. unanimous پس یعنی همه یک نظر رو دارن. In their decision. However, if the evidence is circumstantial،
or inconclusive. The evidence is circumstantial or inconclusive. Circumstantial یعنی در یک شرایطی این مدرک کار میکنه. حالا یا به نفع طرف یا به ضرر طرف. یعنی باید شما یه سری فرضیه رو یه سری نکات رو در نظر بگیرید تا این منطقی به نظر بیاد. و یا inconclusive یعنی این نسبیه. 100% نیست. این concrete مثل اون قبلی ها نیست. در این صورت then the decision will be more difficult. It's possible to have a hung jury which cannot agree on the verdict. A hung jury یعنی هیئت جوری که یه تعدادشون موافقن یه تعدادشون نیستن. و در یه همچین شرایطی معمولا دادگاه میاد میگه که اگه خیلی طول پیدا کنه مثلا میگه رأی که 51% روش موافقین هم قبوله. چون بالاخره همین دادگاه هزینه داره، همون هیئت جوری زندگی دارن دیگه. اینا رو در واقع زمانی که عضو هیئت جوری میشن از اون لحظه‌ای که هستن ارتباطشون با دنیای بیرون قطعه. برای اینکه یه وقت خبری نشنون، چیزی نبینن که روی رأیشون تاثیر بذاره و خب هزینه زندگی اینا رو هم باید سیستم حقوقی پرداخت کنه دیگه. یه جایی خلاصه قطع میکنن این قضیه رو. در ادامه میگه که less serious crimes will receive a light sentence. میگه جرایمی که یه مقدار کوچیکترن، کمتر جدیان، یک محکومیت سبکی میگیرن. sentence به معنی محکومیته. یکی از معانیش در واقع محکومیت. For example, the offender may have to pay a fine، یه جریمه ای پرداخت کنه، to pay a fine or do community service، یا بره خدمات اجتماعی انجام بده. مثلا چه میدونم، چند وقت پیش، چند سال پیش بود، نخست وزیر قبلی ایتالیا مالک باشگاه میلان سیلویو برلوسکونی رو بهش گفته بودن که تو ایتالیا بود و باید خیابونا رو جارو میکرد، نظافت چی شده بود. از اینجور کارا میدن دیگه، باید کارهای خدماتی بکنی. For most serious crimes، برای جرایم سنگینتر، جدیتر، the person will probably go to prison. To go to prison، زندان رفتن. And especially heinous crimes. Heinous crimes، یه جرایم خیلی جدی و وحشیانه و زننده، can result in a harsh sentence. Harsh sentence یعنی یک محکومیت سنگین. Such as a life in prison، حبس ابد، life in prison، و یا life imprisonment. Life imprisonment اونم میشه حبس ابد. Or in some places the death penalty، و در بعضی جاها death penalty یعنی اعدام. حالا اعدام به روش‌های گوناگون داره. After the decision is made، بعد از اینکه تصمیم گرفته میشه، the lawyers can choose to appeal the verdict. To appeal the verdict یعنی یک چی بهش میگن؟ باز چی میگفتیم بهش؟ یادم رفت فارسیشو. ولی یه دادخواهی میکنن دیگه، یه بار دیگه میخوان که بررسی بشه این قضیه رو. تجدید نظر، ببخشید یادم اومد، بهش میگیم تجدید نظر. And the case may turn into a prolonged legal battle. اینه تو درس اول هم داشتیم دیگه، یک دعوای حقوقی طولانی. حالا اینو گفتم یادم افتاد، حالا که درس قبلی هم بهتون سریال معرفی کردم اینجا هم بگم. The American Crime Stories، سریال The American Crime Stories فصل اولش که در رابطه با یکی از معروفترین دادگاه های تاریخ امریکا هست، دادگاه او جی سیمپسن، اونو اگر ببینید قشنگ مفهوم اینو درک میکنید. بله. And the case may turn into، تبدیل بشه به چی؟ A prolonged legal battle، به یک دعوای حقوقی طولانی. As the courts decide whether to uphold or overturn the original verdict. To uphold the original verdict یعنی تصمیم اولیه رو نگه دارن، قبول کنن، و یا overturn the original verdict، تصمیم ابتدایی رو منحل میکنن و یک تصمیم جدید میگیرن. اینجا هم گفته uphold meaning to continue with the original decision and overturn meaning to change the decision.
بله. As a convicted criminal. Convicted criminal دیگه از حالت متهم در اومده. این دیگه متهمی که ثابت شده. یعنی دیگه بهش نمیگیم متهم. مجرم این آدم. A convicted criminal is serving time. To serve time یعنی حبسشو بگذرونه. Do هم میگیم to do. Your time مثلا حبستو بگذرونی. He or she should remember the possibility of being released from prison early for good behavior. To be released from prison early, یعنی زودتر از موعد از زندان بیاد بیرون باید برای خاطر چی؟ Good behavior, رفتار خوب. As long as they are not deemed a threat to society. Deem به معنی تصور کردن, تفکر یا فکر کردن. میگه تا جایی که به نظر نیاد یا فکر نکنن که طرف چیه a threat to society یک تهدیدی برای جامعه به حساب نیاد. معمولاً یک دادگاه های کوچک داخل زندانی تشکیل میدن, رفتار طرف رو در طی مثلا چند سال بررسی میکنن, یه سری سوال ازش میپرسن اینا, و بعد توی یک پروسه ای طرف رو آزاد میکنن که هم تحت نظر باشه و هم یواش یواش دوباره بتونه به زندگی عادی برگرده. A criminal who is released early is said to be on parole. To be on parole, واقعا نمیدونم تو فارسی چی بهش میگیم. اما کسی که زودتر میفرسنش بیرون این یه دوره ای رو باید بگذرونه تا کاملا تبدیل به یک شهروند عادی بشه دیگه. یعنی رفتاراش رو زیر نظر دارن, مثلا باید بیاد خودش رو معرفی کنه در مواردی. اینجور حالت ها یک دوره ایست. حالا بستگی به این که جرمش چی بوده ممکنه مثلا از چند ماه تا چند سال باشه, ولی توی اون دوره خلاصه تحت نظره, نمیتونه چیز کنه دیگه. با کوچکترین کاری ممکنه که این پرول از بین بره و دوباره برگرده زندان. Meaning that he or she must comply with تبعیت کردن, comply with certain conditions after getting out of jail. یعنی باید با یک سری شرایطی کنار بیاد, تبعیت کنه از اون شرایط. Such as getting a job or refraining from drug or alcohol use. پس مثلا کارهایی که بهش میگن باید بره یه شغل پیدا کنه, باید مصرف الکل یا مواد رو کنار بذاره, refrain from, هر از گاهی مثلا باید بیاد خودش رو نزدیکترین کلانتری معرفی کنه و مواردی از این دست. خلاصه به این حالت میگیم to be on parole. خب این درس رو هم به پایان رسوندیم. مواردی توی این درس هست هم با درس قبلی و هم با درس بعدی روابط نزدیکی دارن. سعی کنید که اینا رو دقیق بخونید, اگر بتونید با هم بخونید که چه بهتر. تمرینا رو انجام بدید, فایل صوتی رو که از کانال تلگرام گرفتید حتما گوش بدید, و در نهایت اگر سوالی داشتید توی بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.